با سلام به بینندگان عزیز، به تماشای برنامه خط آتش نشسته اید. من علی جوادی از حزب کمونیست کارگری ایران هستم. با درود به هم فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران. خط آتش یک برنامه سیاسی است، برنامه برای رو در رو قرار دادن نقطه نظرات چپ و راست در جامعه در مقابل هم جهت انتخاب آگاهانه، مطلعانه، نو و مختصات نظام حکومتی و آینده ایران پس از سرنگونی شیرین جمهوری اسلامی. در این برنامه شما جدل نقطه نظرات را مشاهده خواهید کرد. جدلی متمدنانه، گاه تند، گاه ملایم، اما با فرهنگ، نمونه و گوشه ای از آنچه باید در یک جامعه متمدن با حقوق همه جانبه مدنی و آزاد برای تمامی شهروندان وجود داشته باشد و ما شاهدان باشیم. در برنامه امروز بنا به دلایل ویژه و آنچه که در منطقه خاورمیانه و عراق می‌گذرد مجدداً به مسئله تحولات در عراق، عروج هیولای اسلامی داعش در عراق، پیامدهای سیاسی آن و اینکه آینده عراق از یک طرف چه خواهد شد؟ آیا عراق تجزیه خواهد شد؟ آیا کردستان عراق اعلام استقلال و جدایی خواهد کرد؟ طرح آمریکا در قبال دولت عراق در چه موقعیتی قرار دارد؟ سیاست‌های نیروهای ارتجاع اسلامی منطقه، جمهوری اسلامی و همچنین سایر نیروهای ارتجاعی منطقه، عربستان سعودی، قطر در قبال این وضعیت چیست و چگونه به این کشمکش‌ها به اصطلاح تشدید کننده این کشمکش هاست و اینکه آیا جامعه ایران در قبال تحولات عراق مسئول خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی نیروی نظامی به عراق گسیل خواهد کرد و عواقب و پیامدهای آن کدام ها هستند و کلن ما نیروهای سیاسی جامعه ایران به این تحولات چگونه نگاه میکنیم؟ آقای پاشایی بفرمایید. خیلی ممنونم. شما سوالتون رو با اینجا شروع کردید که ما نیروهای سیاسی ایران به این تحول چگونه نگاه میکنیم. یه دوری در این مورد بزنیم بعد بریم سر عراق. من معتقدم که عراق یک بار بعد از صدام شانس داشت که به حساب بتونه آینده خودش رو به حساب بسازه و آینده خودش رو در حقیقت درجه دموکراتیک بودن و دموکراسی تأمین بکنه. و اون زمانی بود که بعد از صدام اگر نیروهای سیاسی در صحنه سیاسی عراق به جای کشمکش‌های گذشته خودشون، به جای دعواهای قبیله‌ای و فامیلی که با هم داشتن، به جای اینکه دلخوری‌های زمان صدام رو با هم تصفیه کنن، این بینش رو داشتن و این نگاه رو داشتن که بیان و با هم دیگه وسط یک میز بنشینن و آنچه که برایشون مهمه در آغاز مسئله عراق باشه، قبل از مسئله قومیشون، قبل از مسئله سیاسیشون، قبل از مسئله به حساب انتقام کشی های شخصیشون، مسئله عراق باشد و همشون دستشون رو در یک کاسه میگذاشتن و با هم متحد میشدن و یک دولت دموکراتیکی از ائتلاف نیروهای مختلف درست میکردن. من معتقدم سرنوشت عراق بسیار بسیار میتونست با اینکه علم وسط دگرگون باشه، اما جمهوری اسلامی بر مبنای خصلت ناسالم و فاسد خودش با سرازیر کردن پول هنگفت به عراق در جیب بسیاری از حساب قبیله ها و عشیره های عراقی که در حقیقت با اون خصلت قدیمی خودشون با هم دشمنی هم داشتن و تشدید این دشمنی ها ناآرامی هایی رو در عراق دامن زد و دشمنی های خابیده رو در عراق بیدار کرد بین عشایر و قوم های عراقی که ما میبینیم امروز عراق چه وضعی داره با گذاشتن به حساب پشتیبانی از نوری مالکی، آدمی که واقعا در فساد اخلاقی زبان زده است و ما منحصر به فرد کردن حکومت در اختیار شیعه ها و راندن باقی نیروهای سیاسی از صحنه سیاسی عراق کاری کرد که امروز عراق درگیر یه چنین بلای خانمانسوزی شده است و روزی صد و خورده عراقی در اینجا و در اونجا و در این نقطه و در اون نقطه و در این بمبگذاری در اون بمبگذاری میمیرن و کسی در عراق به خودش روی آسایش و آرامش ندیده. این برای همه ما نیروهای سیاسی ایرانی باید درسی باشد بگیریم و در آینده ایران این دقت رو داشته باشیم، قبل از اینکه به دشمنی های خودمون بیاندیشیم، قبل از اینکه به اختلافات سیاسی خودمون بیاندیشیم، به اون سرزمین بیاندیشیم و به مسائل اون سرزمین بیاندیشیم و یک بار برای همیشه بعد از جمهوری اسلامی باید بتونیم در کنار هم قرار گرفتن سرزمین ایران رو از این بلایاتی که در منطقه جاری شده است رها کنیم. من در رابطه با مسئله زمینه‌های وضعیت موجود سیاهی رو که در عراق هست به نظرم باید به عوامل متعددی اشاره کرد. به نظرم از پیش معلوم بود که سقوط صدام حسین در پس حمله نظامی و پیش از اون
در رابطه با مسئله سیاست تحریم‌های اقتصادی منجر به چنین وضعیتی خواهد شد که نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای تروریسم اسلامی و همچنین جریانات قوم پرست و عشیرتی دست بالا رو در تحولات سیاسی عراق پیدا بکنند. من فکر می‌کنم که از پیش روشن بود که حمله نظامی و میلیتاریستی آمریکا منجر به اصطلاح آزادی مردم عراق نخواهد شد، بلکه منجر به وضعیتی خواهد شد که در هم پاشیده شدن جامعه، از هم گسیختن شیرازه جامعه، در هم کوبیده شدن به اصطلاح هر نوع حتی مدنیت متعارفی که در پیش از اون در جامعه وجود داشت روشن بود که در هم شکسته خواهد شد و 1 میلیون کشته و هزاران هزار آواره و زخمی و بیخانمان محصول سیاست میلیتاریستی آمریکا از یک طرف و همچنین دست بالا پیدا کردن و قدرتگیری جریانات اسلامی که در این حال جمهوری اسلامی و غیره کمک کننده چنین جریاناتی در عراق بودند چنین وضعیتی رو پیش می آوردش. به این اعتبار سیاستی رو که تخمش رو تعرض نظامی آمریکا پاشید، پیش از اون وضعیت کشمکش های قومی که سیاست ناسیونالیستی ارتجایی صدام حسین که یک نوع شوونیزم عرب رو در قبال مردم منتسب به کرد در عراق دنبال میکرد، معلوم بود که اگر جایگزینش یک سیاستی نشه که جامعه نه بر مبنای تعلقات قومی، ملی و ناسیونالیستی و یا عشیرتی و یا مذهبی، بلکه بر مبنای شهروند آزاد و برابر و متساوی الحقوق که دارای حقوق برابری هست شکل نگیره، چنین وضعیتی پیش خواهد اومد. به این اعتبار برای ما حداقل روشن بود که این وضعیت و نیروهایی که در این به اصطلاح منجلاب سیاسی که پیش از اون در رابطه با وضعیت حکومت دیکتاتوری صدام بود، پس از اون میلیتاریسم آمریکا، اسلام سیاسی، جمهوری اسلامی، ناسیونالیسم کرد، عشیرت طلبی در عراق صورت گرفته بود، سرانجامی جز این چیزی که امروز شاهدش هستیم نیست. داعش هیولای اسلامی هستش که در این منجلاب سیاه، در این به اصطلاح حفره سیاهی که این نیروها خلق کردن، در این لجنزار رشد کرده، نموف کرده و تونسته برقاسا بخشای مهمی از عراق رو تحت تسلط خودش قرار بده و میبینیم که چه جنایتهای آفریده. این نکته هم باید اشاره کرد که مادر یا پدر این موجود ناقص الخلقه اسلامی چیزی جز حکومت اسلامی با شیوه ها و سنت ها و روشش در عراق نیست. من مطمئنم که آقای جوادی درست میفرمان، تمام این پیشبینی ها در مورد عراق میشد تا حدی کرد. سنت به حساب قبیله ای عشیره ای، دشمنی هایی که در اون منطقه بود، رفتار صدام با مخالفینش به خصوص با کردها و در حقیقت بیرحمی که بانو کرده بود، ولی وظیفه به حساب سیاست و سیاستمدار در همین جاها مشخص می شود، وظیفه احزاب سیاسی در همین جاها مشخص می شود که جلوی این تحولاتی رو که به طرف به حساب می بینن به جایی بتونه اولا پیش بینی کنه، دوما بتونه جلوش رو بگیره و بتونه مسیرش رو عوض کنه. و اینه ما خب امروز در جمهوری اسلامی وضعی از این بهتر نداریم. بلایی که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده است با حجم کشتاری که از مردم ایران کرده کمتر از رفتار صدام و رفتار بساب در عراق نیست. دشمنی ها خانواده یا فامیلی در ایران نیست که یا یکی از افرادش به واسطه اینها اعدام نشده باشن یا به حساب بدبختی رو نیفته باشن یا آواره از سرزمینشون ترک نکرده باشن و شیرازه خانواده ها به هم نریخته باشه. شاید شما به دقت نگاه کنید، البته حالا برای خیلی ما عادت شده، چیزی که هیچ وقت در ایران مرسوم نبوده است که 3 میلیون ایرانی سرزمین مادریشون رو ترک کنن. در یک پریود زمان 3 میلیون ایرانی یا کمتر یا بیشتر سرزمین مادریشون رو ترک کنن و برای جلای وطن بکنن. خب دلیل داره این کاری کنن. این دشمنی ها در ایران هم هست، ولی مهم این است که گروه های سیاسی بتونن جلوی چنین اتفاقات انتقام کشانی رو بگیرن، بتونن با در کنار هم ایستادن، با نشون دادن به مردم که ما به عنوان به حساب اندیشه های مختلف سیاسی کنار هم میستیم فقط به خاطر مسائل کشورمون، میشه تا حد زیادی کمک کرد به اینکه جلوی مطالب رو گرفت تا اینکه دشمنی ها رو دامن زد. یادمون نره جمهوری اسلامی همونجوری که آقای جوادی هم اشاره کردن در آغازش شاید خیلی ها فراموش کرده باشن، به دلیل گذشت زمان، به دلیل که 35 سال از این زمان گذشته،
جمهوری اسلامی در سالهای آغازین خودش در کردستان و در ترکمن صحرا و جایدی همین رفتارها رو میکرد که امروز داعش داره با سرزمین های اشغالی عراق میکنه، یعنی کشتارهای دست جمعی 30 نفر 40 نفر، مریض و بیمار و به حساب رو برانکات و آدم به حساب گلوله خورده و همه رو دمی داشتم. آقای خلخالی دم گلوله از دم میداد، مثلا با تیربار مثلا 40 نفر میکشتن. رفتاری که امروز ما در وسایل ارتباط جمعی یا در میدیا میبینیم، در حقیقت دل آدم ریش میشود که چه رفتاری به حساب داعش یا با دیگر هم کشوری های خودشون یا یک کشوری که اشغال کردن میکنن، همین رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم ایران میکرد. عکساش فراوان در هست، هنوز در حساب بسیار از سایت ها کشتاری که به حساب خلخالی در کردستان کرد، سینما رکس آبادان که 300 خوردی آدم رو به حساب نمایندگان آخوندها و آیت الله ها و خود نماینده خود خامنه ای سوزان در اون سینما جزغاله کردن، سوزوندن به خاطر اینکه بدونن افکار پلیدشون رو به حساب بر جامعه حاکم کنن. آنچه که امروز اتفاق داره در عراق میفته تمام زائیده اون داستان ایران است. اونجا مادر این قضیه در اونجا به تا دقیقت فارغ شده. من معتقدم ایرانی ها دو مرتبه در طول تاریخ به اسلام خدمت کردند و اسلام رو جهانی کردند. یه مرتبه تا 400 سال پیش وقتی اسلام به ایران حمله کرد، اگر در نبرد به حمله به ایران شکست خورده بود و به عربستان برگشته بودن اون شطر سواران، مطمئنا اسلام یک اندیشه قبیله محلی کوچک منزوی خیلی کوچکی در عربستان میموند و اینچنین جهان این نمیشد. بعد از اینکه ایران رو گرفتن در 1400 سال پیش، به طرف به حساب سرزمین های دیگه راهشون باز شد و اسلام در اون زمان جهانی شد. یک مثلا 35 سال پیش وقتی در ایران خمینی و یارقاراش تونستن حکومت اسلامی به حساب در حقیقت برقرار کنن، بسیاری از مریض های در حقیقت اسلامی در کشورهای دیگه به این فکر افتادن که آقا پس ما هم میتونیم این حکومت های اسلامی رو باز برش کردیم، میتونیم دو مرتبه با زور اسلام، چون دانش که نداریم، عقل اجتماعی که نداریم، بینش اجتماعی که نداریم، به زور اسلام میتونیم باز دو مرتبه به حکومت برسیم و با پشتیبانی سواشتن بر گرده فقرهای جامعه. و این دفعه هم تمام این بلایی که داره سر ایران میاد ریشش در 35 سال پیش از ایران آغاز شد. یکی از مسائلی که به نظرم حائز اهمیت هست و باید بهش پرداخت، مسئله این بود که زمانی که بعد از حمله میلیتاریستی آمریکا در عراق، صدام دیکتاتور عراق سرنگون شد، به جای اون ما شاهد این نبودیم که یک دولت آزاد، یک دولت برابر، یک دولت سکولار که دست مذهب رو در حاکمیت کوتاه میکنه، دست هویت قومی، عشیرتی، ناسیونالیستی رو از جامعه و حقوق شهروندان کوتاه میکنه و انسان شهروند اون جامعه مستقل از محل تولد، مستقل از تکلم به زبان عربی یا به زبان کردی، مستقل از اینکه چه مذهبی داره یا مذهبی نداره، دولتی وجود داشته باشه که انسان بودن، شهروند بودن، متضمن حقوق مساوی در برخورداری از شؤونات جامعه و به منظور شرکت در شؤونات جامعه باشه. چیزی رو که شاهدش بودیم این بود که موزاییکی از جریانات قوم پرست، موزاییکی از جریانات اسلامیستی منتسب به شیعه، منتسب به سنی و عشیره ها رو، سران قبائل رو دور هم گرد آوردن و به اصطلاح بنیانهای فکری و شالوده های سیاسی اجتماعی حکومت رو بر مبنای قبیله‌گری، عشیره‌گری، سنی‌گری، شیعه‌گری و مذهب و ملیت و غیره به اصطلاح سعی کردن شکل بدن. و دیدیم که چگونه زمانی که حاکمیت بر مبنای نه جدایی دین از دولت و به رسمیت شناخته شدن هویت شهروند آزاد در جامعه، بلکه بر مبنای الساق تعلقات قومی، قبیله‌ای، مذهبی و فرقه های اینچنینی به پیشانی شهروندان در جامعه، منتج به شرایطی خواهد شد که این تفرقه ها و این ایجاد شکاف ها منجر به رودررویی و کشمکش به اصطلاح مردم منتسب شده به این بخش ها در مقابل هم خواهد شد و زمینه های فعلی شکلگیری این جنایاتی رو که امروزه میبینیم که حتی سازگاری مردمی که به اصطلاح منتسب به شیعه یا به اصطلاح منتسب به سنی و یا کرد و
و یا غیره هستن، در کنار هم بعضن امر غیر ممکنی جلوه میکنه و شاید راه حل جدایی یکی از راه حلایی باشه که از مشقات کمتری برای آینده مردم زحمتکش و ستم دیده در عراق به دنبال داشته باشه. و این واقعیت است، کسانی که چنین سیاست هایی رو بنیان گذاشتن نمیتونستن انتظاری غیر از این داشته باشن. در عراق دموکراسی حتی به مفهوم دموکراسی اروپایی و غربی اون حاکم نشد، بلکه قبیله‌گری حاکم شد، مذهب در شؤونات جامعه حاکم شد، چه از مذهب به اصطلاح منتسب به جمهوری اسلامی شیعه و یا هر نوع خرافه و فرقه گرایی دیگری و چه بخشای دیگه، همونطوری که در افغانستان شاهد بودیم که سران قبایل در رأس حکومت قرار گرفتن، لوی جرگه به اصطلاح به عنوان نمایندگان مردم در رأس قرار گرفتن. این چنین وضعیتی ماحصلش چیزی جز به اصطلاح کشمکش و تخاصمات و نابرابری های موجود در عراق نمیتونست باشه و برخلاف ادعاهای بنیانگذاران چنین سیاستی به محصولش به بار نشست و دیدیم که چه وضعیت خونین و سیاهی رو در عراق به وجود آورده. راه حل ایجاد یک کشور آزاد، برابر، سکولار و به رسمیت شناخته شدن هویت انسانی شهروندان در مقابل هویت قومی، مذهبی و یا قبیله‌ای و عشیرتی در عراق بود. این راه حل شاید امروزه از اقبال کمتری برخوردار باشه، اما این راه حل بود که متضمن به اصطلاح میتونه سعادت و رفاه در جامعه عراق باشه. حالا اونچه که در عراق امروز پیش میاد، من فکر نکنم واقعا حقیقتا حتی خود داعش و کسانی که به اینا کمک مالی میکنن و کمک پولی میکنن فکر چندان روش کرده باشن یا چنین چندان روش به تا آیندهش برمیدی کرده باشن. بلکه شما دقت بکنیم در اون تقسیماتی که امروز در بسیاری از این رادیو تلویزیون ها دیده میشود که به تا فکر میکنن که با این حمله ها اتفاقاتی که میفته و جنگ های قبیله که در عراق هست، عراق به سه قسمت تقسیم بشود، جورو رو بدن به شیعه ها، در حقیقت میانه رو بدن به سنی ها و شمال شرقی رو هم بدن به کردها. یادمون نره که اگه تشکیل دولت خب یک موضوع، زندگی کردن از اون به بعد موضوع دیگه ایست. در این تقسیم اگر با فکر به حساب اون عدالتی باشیم که ازش توبت میکنیم که اینها چون دست هندی ناراضی هستن میخوان چنین تقسیمات بکنن، دست بالا رو شیعه ها دارن. شیعه ها هم بنادر جنوب رو دارن، هم به دریای آزاد و طریق خلیج فارس به اقیانوس هند را دارن برای هر نوع صادرات نفت که فعلا در اون منطقه بالاترین منبع درآمد و تنها یکی از تنها راه های ارتزاق اون جمعیت هست، چون متاسفانه از صنعت و آموزش و تکنولوژی و اینا که خبری نیست. زمین نفت رو زمین بکشیم و بفروشیم و اسلحه بخریم و همدیگر بکشیم، این فعلا کار اون منطقه است. ولی در این میانه بالاتر از 70% 80% اگه اشتباه نکنم نفت عراق در مناطقی به حساب استخراج می شود که دست شیعه هاست. در این حال این شیعه ها بود اگر اون تصوری که می شود انجام بگیرد به دریای آزاد راه دارد برای صادرات نفتشون. آنچه که در شمال در اختیار کردها میمونه چیزی بوده 12-13% نفت در نفتی که بود دست استخراج میشه. من معتقدم کردها باید خیلی اشتباه بکنن اگر از شراکت در 100% یک منبع درآمدی به حساب دست بکشن و دستشون بندازن رو 12% از اون منبع درآمد، تازه با صادراتش مشکل خواهند داشت، با درگیری های محلیش مشکل خواهند داشت. تردید نیست اگر بشود راهی رو پیدا کرد که آقای نوری مالکی که واقعا انسان نادرستی است رو کنار گذاشت و یک دولت ائتلاف در عراق درست کرد، از که تمام اقوام عراقی و تمام به حساب دقیقاً بخش‌های سیاسی عراق در اون نقش داشته باشن و بشاید این کشور رو به یک آرامش برگردونیم به نفع همه منطقه، نه تنها مسئله عراق. برای ما ما در وهله اول برای اون مسئله ایران مهم است که این بلا اگر در مرز ایران در قسمت غربی ایران یه همچین در دسترهای درست بشه، طبیعتاً دامن ما رو هم در امروز که آخوندها خب بالاخره روزی خواهند رفت، چون شک نکنید که این کشور مال آخوندها نیست، این کشور مال مردم ایران است. این سرزمین به حساب اگر در همسایگی خودش یک کشور دموکراتیک آزاد داشته باشه بسیار به نفع ماست.
تا با سه کشور همسایه بشیم که این سه کشور هم با هم دعوا داشته باشن، هم مدام همدیگر بخوام بکشن، هم مدام همدیگر بخوام بمبگذاری کنن، بعد تازه این درگیری ها تبدیل به درگیری قومی و مذهبی بشود و مذهب شیعه و سنی به جون هم بیفتند، طبیعتا این داستان به داخل ایران خواهد کشید و اون موقع است که بلایاتش به حساب گریبان ما رو خواهد گرفت. بنابراین من معتقدم ما باید آرزو بکنیم که عراق یک پارچه بماند، متحد بماند و همه اینها نیروهای موجود عراق بتونن در اون سرزمین با هم شریک باشن و سهیم باشن و در اداره کشور و در هزینه های اون کشور و پول که بهشون تقسیم خواهد شد. ببینید آقای پاشی، من این نکته رو می‌خواستم صحبت کنم که خوبه که در این زمینه پیرامونش بحث بکنیم. در عراق اشاره میکنن و بعضا شما هم اشاره کردین که شیعه ها به اصطلاح بخش اصلی جامعه رو در اختیار دارن. این تقسیم بندی و این به اصطلاح الساق به نظر خودم یک واقعیت بزرگی رو نادیده میگیره که مشتی انگل اسلامیستی که در عین حال تفرقه و تبعیض مذهبی هم یک رکن سیاستشون هست با کل مردمی که میتونن دارای تعلقات مذهبی باشن، حالا چه شیعه چه سنی چه هر باور دیگه‌ای، اشتباه گرفته میشه. ولی وقتی که مثلا میگیم در دیانتش در عراق شیعه ها دست بالا رو دارن، گویا مردم برفر زحمتکش گرسنه زیر خط فقر زندگی کنی که بعضن دارای باورهای مذهبی از نوع این شاخه کثیف اسلامیش هستن یا از نوع اون شاخه کثیف اسلامیش هستن، گویا اینا دست بالا رو دارن. یعنی اگه به جامعه ایران نگاه کنیم و بگیم آقا تو ایران شیعه ها دست بالا رو دارن، تبعیض بر علیه مردم منتسب به مذاهب دیگه یک واقعیت خشن و انکارناپذیره. اما در خود این بخش از مردم که دارای این باورها هستن، یک مش انگل دزد چپاولگر هستن که ارکان اقتصادی جامعه رو در دست خودشون گرفتن و استثمار و چپاول منابع اقتصادی و حاصل دسترنج جامعه رو که حاصل دسترنج کارگر و زحمتکش در اون جامعه هست رو به اصطلاح از آن خودشون میکنه. به این اعتبار این تقسیم بندی ها صرفا کمک میکنه، چه خواسته چه یا ناخواسته، به اینکه این جریانات اسلامی خودشون رو نماینده مستقیم مردمی بدونن که به هر حال دارای باورهای خرافی مذهبی حال از هر فرقه و یا دسته هستن. در صورتی که به طور واقعی اینطور نیست، مردمی که میتونن حتی چنین باورهایی داشته باشن، تقسیم بندی اولیه‌شون بر مبنای تقسیم بندی های مذهبی نیست، پایگاه طبقاتی اجتماعیشون تعیین کننده است. در صورتی که مثلا در جامعه رو میبینیم که بخش عظیم مردم تو شناسنامه‌شون نوشته شده که برفرض شما دارای مذهب شیعه هستین، اما بر ضد اسلام، بر ضد شیعه، بر ضد حکومت اسلامی هستن و این معمولا توی این تقسیم بندی ها با این نوع تقسیم بندی ها نادیده گرفته میشه و یا کناری گذاشته میشه. بعد مسئله دیگه‌ای که به نظرم مسئله هستش اینه که عراق اتفاقا یک پارچگی عراق در صورت با توجه به وضعیت فعلی ناممکن ترین آلترناتیو در شرایط کنونی هست. چرا؟ یکی اینکه عروج هیولای اسلامی داعش که ادعای تمامیت اعلام حکومت خلافت اسلامی در عراق و سوریه را داره و همین روزها هم حکومت خلافت اسلامیش را در بخشی از عراق اعلام کرده، به ائتلاف پیش از اون عملا دست رد زده، اون ائتلاف رو در هم شکسته. جریانات حاکم در اقلیم کردستان، حزب دموکرات و بارزانی و غیره، تلاش کردن با تسلط یافتن بر کرکوک استقلال کردستان رو اعلام بکنن و جریان مالکی چه در صورت شکست در این شرایط چه در صورت پیروزی حاضر نخواهد شد که به ائتلاف سابق تن در بده و نتیجتا ائتلاف موجود و اون به اصطلاح موزاییکی که این جریانات مذهبی و قوم‌پرست و عشیرتی رو در کنار هم قرار میداد در هم شکسته و هست هیچ اقبال و شانسی برخوردار نیست و حتی به منظور جلوگیری کردن از تصفیه های خونین مذهبی و قومی و عشیرتی، اتفاقا شاید راه حل جدایی و راه حل جراحی سیاسی در عراق راه حلی باشه که کمک بکنه بخشای مختلف جامعه و بر اساس مرزبندی هایی که صورت گرفته بتونن در حاکمیتی به سر ببرن که هرچه بیشتر این وضعیت رو کم بکنه. ببینید ما در یوگسلاوی شاهد بودیم که چگونه یوگسلاوی تکه پاره شد، بوسنیا، کرواشیا و صربستان شکل گرفت و چه جنگ خونینی صورت گرفت. اگر قرار بود اون جنگ خونین ادامه پیدا بکنه، چه تصفیه ها و گورهای دست جمعی
دو ساعت چندانی رو به وجود می آورد. یه جا مسئله به اصطلاح جراحی سیاسی جغرافیای اون منطقه به نوعی راه حل بود که به هر حال به تعادل دیگه‌ای، هر چند تعادل ارتجایی دست پیدا کردن. عراق وضعیتش اینه که ائتلاف کنونی در هم شکسته، در کنار هم گذاشتن این ائتلاف امر غیر ممکنی هستش. هیچ کدام از اجزای تشکیل دهنده این وضعیت خواهان حفظ وضعیت در شکل به اصطلاح کنونی و یا پیشنهادی مورد نظر آمریکا نیستند. مسئله اینجاست که چه راه حلی برای مردم ستم دیده عراق میتونه راه حلی باشه که ذره آسایش، ذره رفاه و امنیت رو در این شرایط براشون به دنبال داشته باشه. در همین که شما درستی فرمودین، به حساب این مردمی که ما تون به عنوان شیعان یاد میکنیم صاحب به حساب این اندیشه تفکر نیستن که باید به حساب مثلا 80 درصد پول نفت که میگیم به جیبشون ریخته بشه. مطمئن باشین اگر تقسیم بندی هم که به نفع مردم عراق انجام بشود و 70 یا 80 درصد پول نصیب شیعه ها بشود، منظور شیعه ها یک 2 درصد رهبران مذهبی هستن که این پولا رو میگیرن میریزن به جیب خودشون آقاداد مثل ایران. مگه در ایران ثروت بادآورده‌ای که به حساب در اون سرزمین وجود داره جد به جیب 10 درصد یا 5 درصد جامعه، جیب باقی مردم میره؟ اونجا هم همین خواهد بود، مطمئنا در عراق هم همین خواهد بود، به خصوص اگه شما داستانشو مذهبی بکنی که دیگه اون موقع پول بادآورده خداست که به حساب به نمایندگان خودش داد و باقی مردم هم به حساب فقط در این دنیا باید سختی بکشن، در بهشت اون دنیا ان شاء الله بعدشون خوب خواهد شد. هر چقدر در این دنیا مشقت و سختی و فقر و فلاکت بیشتری بکشن، در اون جهان خداوند در بهشت بهشتشون ان شاء الله همین نعمت رو خواهد داد. اون بحث دیگه است. یادمون نره اگر این تجزیه صورت بگیرد کشتارها بالاتر خواهد شد. دفعه قبل من در این بود گفتم هندوستان و پاکستان رو فراموش نکنیم، با اینکه یک رهبران بسیار ملایم، انسان و واقعا شریفی مثل گاندی داشتن، با اون همه اون تجزیه و جدایی با صدها هزار خونریزی انجام شد. یعنی خانواده هایی بودن که همدیگر میکشتن، اون خانواده هم که کشته میشوند در این جدای سازی ها و جدا کردن سرزمین ها و از شهر ها رسم جدا کردن، نه فرماندهان ارتش ها هستن، نه سایت سیاست مداران به حساب در صدر کار هستن، طبقه فقیر مستضعفی که در خیابان ها هستن به حساب در حقیقت تله کشتار ها هستن، قربانی کشتار ها میشوند. ما به عنوان کسانی که به حساب در این مورد صحبت میکنیم نباید به جان اونها به حساب بی توجه باشیم. اونان که در خیابون ها دارن کشته میشن، داعش امروز وقتی حمله میکنه به عراق دستش با آقای نوری مالکی نمیرسه، 15 تا کارگر بدبخت فلک‌زده در یک شهر تان کوچکی میگیره برای اینکه ایجاد وحشت در بین مردم بکنه، اینا رو بیاره تو میدان شهر یا سرشون رو با تبر میزنه یا دستشون رو با تبر میندازه یا سرشون رو چاقو میبره و اون بدبختی داره سرش با چاقو بریده میشه. خودش مثلا اگه شما به دقت زندگیشو بررسی کنید، دفعه مثلا 30 سال زندگیش یه شب آروم نخوابیده، این بدبختی شب داشت تو شام سیر بخوره، بعد میارنش قربانیش میکنن میکشنش برای که بتونن باقی زرچش بگیرن. این جدا کردن ها به نفع هیچ کسی از طبقه فقیر نیست، شاید به نفع فرماندهان و رهبران و رهبران سیاسی باشه، چون اونها بالا میشینن بخش ثروت رو دست میگیرن میخورن و میچاپن، ولی به نفع طبقه تولید از اون جامعه مطمئنا نخواهد بود. و من مطمئنم اگر روزی این بلای به حساب تجزیه در اون منطقه را بیفته گریبان همه را خواهد گرفت. من قبول دارم که بخش عمده از این کشورها برخلاف میل خودشون بعد از جنگ جهانی اول درست شدن و هیچ به حساب دقیقت چسبندگی یا هیچ به حساب سرخیتی با هم نداشتن که با هم تبدیل به کشور بشن. این با ما فرق میکنه، ما جزء کشورهایی هستیم که در دنیا تاریخ استقلال نداریم. از بد و تاریخ ایران، این اقوام ایرانی با هم بودن، از بد و تاریخ ما در کنار هم بودیم، به خاطر همه ما به خاطر هم جنگیدیم. اگر در شرق ایران به حساب درگیری پیش آمده است، از غرب ایران نیروهای به حساب نظامی آمدن و از شرق دفاع کردن، اگر در غرب بود در شرق رفتن در اونجا دفاع کردن، همه ما در همه جای ایران شریک هستیم و سهیم هستیم و ایران جز اون کشورهایی است که به زور درست نشده است که به زور بین بره. شوروی وقتی به حساب امپراتوری خودش را انداخت، همینجوری کشورهای به حساب اطراف خودش گرفت و صاحب امپراتوری شد. طبیعتا وقتی که اون امپراتوری به حساب فرو ریخت، تمام اونها میتونستن تجزیه بشن. همین اتفاقی در عراق داره میفته، تا که امکان داره در سوریه بیفته، امکان داره در لبنان بیفته، لیبی بیفته، ولی ایران جزو کشوری است که کشورهایی هستش که به زور ساخته نشده است که به زور از به حساب به میل از هم جدا بشن. ما به میل با هم بودیم و فقط تنها راهی که میشه ما را از هم جدا کرد به زور از هم جدا کنند.
ببینید آقای پاشا، یه جماعتی رو که افتادن به جون همدیگه، دارن همدیگه رو میکشن و به طور خونینی در قبال مقابل همدیگه قرار گرفتن، اولین راه حل در قبالشون اینکه از همدیگه جدا کرد و گفت که آقا جان وایسین کنار، شما برو یه گوشه، شما برو یه گوشه، و تا بتونی وضعیت رو ثبات یا آرامشی بخشید. این رو راه حل به نظرم این مسئله به نگاه کردن به مسئله‌ای که در جامعه عراق امروز داره صورت میگیره کمک میکنه. ببینید وقتی که فرقه های اسلامیستی مدعی کشتار کسانی هستند که منتسب به فرقه رقیب، یعنی برفرض فرقه شیعه هستند، و میگن باید گردنشون و سرشون از گردنشون جدا کرد، یا حتی معتقد هستند که باید مثلا افراد منتسب به مردم کرد رو باید کشت کرد، قتل عام کرد و غیره، و یا برعکسش جریانات اسلامیستی منتسب به شیعه معتقدند که این مردم رو باید اینچنین پاکسازی کرد و نابود کرد، راه حل تلخی که در مقابل قرار میگیره جدا کردن این نیروها از هم دیگه هستش، تا اینکه جامعه بتونه فکری بکنه که چه وضعیتی رو میتونه به وجود بیاره. ببینید برای ما کمونیستا سرزمین قدوسیت بالاتر از حرمت انسان‌ها، از آسایش انسان‌ها، از آزادی انسان‌ها، از امنیت انسان‌ها نمیتونه داشته باشه. نتیجه و به خصوص سرزمینی مانند عراق که همونطوری که اشاره شده و اشاره کردین در دوران بعد از سقوط به اصطلاح خلافت عثمانی، بعد از جنگ اول توسط انگلیس روی نقشه سرزمین‌های مردم رو به بخش‌های مختلف تقسیم کردن. به این اعتبار تاریخ شکل‌گیری این کشورها و تاریخ به اصطلاح تغییر جغرافیای سیاسیش هیچ گونه قدوسیت تاریخی از پیش داده شده ای نداره. مسئله اینجاست که اگر در زمانی ما با شرایطی مواجه میشیم که نفرت قومی، نفرت مذهبی آنچنان در جامعه نهادینه شده و ما همونطوری که بارها اشاره کرده بودیم سیاست فدرالیسم، نه سیاستی برای کم کردن تخاصمات و کشمکش‌های قومی، بلکه اتفاقا سیاستی مبتنی بر نهادینه کردن، دائمی کردن، همیشگی کردن نفرت قومی و مذهبی و عشیرتی در جامعه بود، به این وضعیت می انجامه که دادم در مقابل این وضعیت قرار میگیره که برای اینکه از این راه حل بیرون بیاییم، راه حل جدایی یکی از راه حل‌های واقعی هستش. منم معتقدم چنانچه تخاصمات قومی، قبیله‌ای، مذهبی تشدید پیدا کنه، راه رسیدن به یک راه حل آزادانه که مبتنی بر اراده مستقل و آگاهانه و مطلعانه مردم هست دشوار میشه، خونین میشه و از پروسه‌های به شدت کشداری عبور میکنه. اما مسئله اینجاست که آیا راه حلی الان وجود داره که ما جلوی کشتارهای قومی رو بگیریم، جلوی به اصطلاح تسویه حساب‌های خونین رو بگیریم که رواندا در قبال شاید کوچک باشه، یوگسلاوی و جنایاتی که اونجا صورت گرفت رقم‌های کوچکی باشه. مسئله اینجاست که من فکر میکنم که ما کمونیستا طرفدار انقلاب کارگری هستیم، همیشه طرفدار این هستیم که کلن به تقسیم بندی میان انسانها به عنوان کرد و ترک و بلوچ پایان بده و انسان و هویت انسانیش در رأس امورات قرار بگیره و به عنوان شهروند آزاد جامعه‌ای که خود آحاد مشترک انسانها آزادانه انتخاب کردن درش زندگی بکنن به اصطلاح صورت بگیره. من فکر میکنم که راه حل عراق آزاد و سکولار و غیر قومی و غیر مذهبی یک راه حل اصولی دیگه میتونه باشه، ولی در زمانی که این راه حل ها امکان بروز توسط جریانات ناتو، آمریکا، جریانات اسلامیستی پیدا نمیکنه، شاید راه حل سومی که راه حل تجزیه در عراق و اعلام استقلال کردستان در درجه اول در اونجا باشه، یکی از راه های به اصطلاح مطلوبی باشه که مشقات کمتری در پروسه اون چیزی که در مقابل جامعه، اون ابر سیاهی که در بالای سر جامعه قرار گرفته باشه میتونه قرار داده باشه. من فکر میکنم که راه حل جدایی به کم شدن مشقات و تصفیه های خونین انسان ها در جامعه میتونه کمک بکنه. مسئله این هستش که مردم بتونن آزادانه، مطلعانه در یک شرایط سیاسی باز اراده خودشون رو به منصه ظهور بذارن و انتخاب کنن که چگونه میخوان زندگی کنن. من به طبق جوادی فکر میکنم که
برای عراق تا حدی بله دیر است الان، چون در اون موقع که عراق باید این مطالب رو بهش میاندیشید، جامعه سیاسی عراق، حالا من با قوم اقوام نکنم، جامعه سیاسی عراق به موضوع میاندیشید و پیش بینی میکرد که چه اتفاقاتی میکنه بیفته، جلوشو میگرفت نکرد و امروز یکم دیره برای این داستان. کار دیگر به خون و خونکشی و به حساب انتقام و انتقام کشی کشید. ولی همونجوری که اول برنامه گفتم، بعقیده من وظیفه به حساب سازمان‌های سیاسی ایرانی است. وظیفه سازمان‌های سیاسی ایرانی است که از امروز قبل از اینکه ما وارد این همچین مراحلی بشیم به این موضوع فکر کنن، دستشون رو در دست هم بگذارن. به اینی که ما با اینا اختلاف سیاسی داریم، اختلاف ایدئولوژیک داریم، اینا نه چپن، ما راستیم، ما راستیم، اینا چپن، نیندیشیم. اگر ما هم به این ترتیب بیندیشیم، اگر ما هم از اتفاقات اطرافمون درس نگیریم، دیر یا زود همین بلاها سر ما خواهد آمد. اگر ما به عنوان بخش روشن فکر خاورمیانه، ما یادم نره ایران همیشه الگویی بوده در خاورمیانه، رفتار ایران، کردار ایران و منش ایران در خاورمیانه الگویی بوده. تا اون موقعی که ما در خاورمیانه تلاش میکردیم به طرف ترقی و بعد رضا شاه، به طرف بعد مشروطیت، به طرف ترقی و پیشرفت و مدرن شدن برویم، بخش عمدی از خاورمیانه تلاش میکردن که این مسیر رو طی کنن. وقتی ما به طرف اسلامی و حکومت اسلامی چرخیدیم، دیدیم و خواهیم دید که بخش عمدی از خاورمیانه به طرف همین حرکت ما چرخید. به همین دلیل ما یادمون نره وظیفه ما به عنوان احزاب سیاسی ایران نه تنها در قبال خودمون در وهله اول که از همه مهمتر است، بعد هم یادمون نره ما الگوی اون منطقه هستیم. ما باید بتونیم با هم کنار بیایم، با هم ائتلاف کنیم، با هم در مورد ایران بیشتر دست رو در یک دست بذاریم و از هر نوع تفرقه در ایران و هر نوع جداسازی در ایران که باعث بدبختی و فلاکت مردم ایران خواهد شد جلوگیری کنیم. در مورد اینکه سرزمین قدوسیت داره، بقیده من سرزمین برای من تا حد زیاد قدوسیت داره. من اگر ندونم برای کجا و برای کی دارم مبارزه میکنم، با همین میخوام میتونم برم به پیوندن بکردی سازمان های حقوق بشری که مثلا برای همه دنیا کار میکنن. خب بله اونم بد نیست، من میگم باش با اونم مخالفت نره، ولی من اهل اون کار نیستم. من اهل اینکه بخوام فکر کنم که میتونم تمام دنیا رو خوشبخت کنم و حالا اول مثلا برم به آفریقا بشستم و بعد برم ببینم به فلسطین بشستم، نه. من اگر خیلی همت دارم اول به سرزمین خودم میشستم، به اندازه همون مقدار خودم فقط کار کنم، بعد بذارم بالا کلامو دیگه. شرمنده این تلفن ها بعضی آخر اذیت میکنه. در مورد دیگه این تقسیم ها قبیله، شما متعدید که بهتر با تقسیم قبیله عشیری مخالفین، ولی الان داره تا در عراق اتفاق میفته قبیله عشیره ایست، قومی است. شیعه ها قشنگ خیلی روک پوت کرده باستن یه طرف، به دیگران اختیار دخالت در امور دولت رو نمیدن. سنی ها رفتن اصلی دست گرفتن، سازمان رو گرفتن به اسم داعش، همینجور از بالا شروع کرده میکشن هر شیعه گی میارن میکشن میان پایین. دیگه از این واضح تر روشن تر نمیشود. اگر ما مخالفیم باید یادمون نره اگر اینها جدا بشن تازه آغاز درگیری ها در داخل خودشون است. حکومت هایی که با خون با اسلحه به دست میان به راحتی فردا تسلیم نمیشن. در همون کردستان عراق شما اگر بود کردستان جدا بشه، اول درگیری بین قبایل کرد خواهد بود، بارزانی ها یه بار بایستن قبایل دیگه یه طرف هم. همینجور که الان در حقیقت کردستان با دو خانواده داره میشه، داره دو خانواده. در حقیقت شما وقتی نگاه میکنید میبینید هر کدوم از شهرها در اختیار یک خانواده است. شما اگر از اینور بخواید برید به اوتا، بعد مشخص کنید با کدوم خانواده این. هنوز به دولت نرسیده جدا شدن یا جدا نشدن، تمام اینها در گروه بینش سیاسی، اندیشه باد، اندیشه دموکراتیک است. کسانی که هنوز به رفتار قبیله‌ای معتقدند، هنوز معتقدند که خان فلان ایل حق دارد در مورد سرنوشت این ایل تصمیم بگیره، خب با کشور هم همین رفتار خواهند کرد. با کشور هم خان میشه فرمانده ایل، بعد در مورد اون تو تصمیم بگیره. آقای نمیدونم فلان آخون بعد بشه رئیس خلافت اسلامی، اون خلیفه دیگه بعد در مورد همه تصمیم بگیره. شما اصلا در اشاره دموکراسی و دموکراسی و آزادی و همه رو بالکل ببوسید بذارید کنار، اصلا بر کل حتی در حد گفتگو هم کسی که تعبیر نخواهد. وقتی شما در یک جایی با خان سر کار دارین، با رئیس ایل سر کار دارین، دیگه دموکراسی که اصلا خدا جندست و بسم الله بقیده من دیگه. به نکته خوبی اشاره کردیم، اونم مسئله ایران و اینکه این تحولات چه نتایجی در رابطه با ایران به دنبال خواهد داشت و چگونه باید از این تحولات درس گرفت. راستش اجازه بدین که اول این تصویر رو من کمی توضیح بدم. فرض کنید به جای مردمی که به اصطلاح از موصول یا تکریت فرار میکنن،
خونه و زندگیشون رو دوششون گذاشتن، دست بچهشون رو گرفتن و میگن بچه‌مون رو برفرض یه فرزند دیگه‌مون رو توی موسل مجبور شدیم خاک کنیم، یا برفرض فلان فرد خانوادهمون رو داعش قتل عام کرد، کشتار کرد و ما هر چی که تونستیم به چنگ و دندون گرفتیم داریم فرار میکنیم. به جای این صحنه ها فرض کنید که مردم دارن از توی برفرض آبادان، زاهدان یا برفرض شیراز و اصفهان دارن فرار میکنن و میگن فلان دسته اسلامی باقی مانده از جمهوری اسلامی یا برفرض فلان دستجات فاشیست قومپرست دارن چنین وضعیتی برای مردم در عراق در ایران به وجود میارن. و این سناریو رو در مقابلمون قرار بدیم که هیچ چیزی الزاماً از پیش جامعه ایران رو در قبال این اقدامات دهشتناکی که مردم عراق امروز در چنگال خودش به اسارت گرفته واکسینه از پیش نکرده. و بالاتر از اون تأکید بکنیم چنانچه جامعه بر مبنای تفرقه و کشمکش قومی مذهبی و فرقه های اینچنینی تقسیم بشه، چنانچه سرمایه گذاری دولت های منطقه‌ای روی جریانات قوم پرست روی جریانات فرقه های باقی مانده از دستجات تکپاره جمهوری اسلامی شده صورت بگیرن، چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون صورت بگیره، میبینید که وضعیت عراق میتونه سرنوشتی باشه که بعضن به نوعی در جامعه ایران هم باشه. اما جامعه ایران تمایزهایی داره. جامعه ایران به لحاظ یک جامعه شهری، مردم در جامعه ایران از رشد و بلوغ سیاسی بالاتری برخوردارن. آزادی خواهی، برابری طلبی، انسانگرایی، جایگاه سکولاریسم جایگاه بسیار بالاتر و ویژه‌تری در مقایسه با جریانات سیاسی در عراق داره و این نقطه امید و شانس برای مردم ایران هستش که در فردای تحولات سیاسی ایران ما شالوده حکومتی رو بریزیم که انسان در اون جامعه، ساکنین اون جامعه مستقل از مذهب، مستقل از جنسیت، مستقل از قومیت، مستقل از محل توقف، شهروندان آزاد، برابر و متساوی الحقوق به رسمیت شناخته باشند. و تنها و تنها این نسخه هست که واکسینی در قبال وضعیتی هستش که به اصطلاح سران قبایل، سران فرقه های مذهبی، سران عشایر رو دور هم جمع میکنن تحت عنوان نماینده مردم به خورد اون جامعه میدن و میخوان به اصطلاح در رأس حاکمیت قرار بدن. آینده ایران تنها در شرایطی میتونه از وضعیت موجودی که در عراق میگذره مسون و بدور باشه که آینده سکولار، آینده غیر قومی، آینده غیر مذهبی که دست جدایی دست دین از دولت تضمین شده باشه، آزادی و برابری شهروندان در تمامی ارکانش به رسمیت شناخته بشه، هر گونه تبعیضی بر علیه هر بخشی از جامعه به هر دلیلی نفی شده باشه و لغو شده باشه. و این اون چیزیه که ما در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی برای جامعه باید تضمین بکنیم. ممنونم. آنچه که آقای جوادی میفرمایند در مورد اینکه سکولار باشیم و دموکرات باشیم و آزادی خواه باشیم درست است، ولی به صرف خواستن و این خودش اتفاق نمیفته تا ماها دستمون رو در دست هم نگذاریم. مثلا این آقای جوادی از این راحت گریزانن، دستمون رو در دست هم نگذاریم و با هم کار نکنیم، فقط تعریف کنیم برای مردم آقا سکولار باشین، دموکرات باشین، خوبم باشین، نایس هم باشین، با هم دعوا نکنیم، خودمون با هم دعوا کنیم، خودمون پوست هم دیگه بکنیم، خب اون یه اشکال پیدا میشه. در مورد اینی که میفرمان که برعکسش اتفاق نیفتاد، اگر قرار بشه جدا بشیم، مثلا جدا سازی و مردم به ساز آواره بشن، شما حساب کنید الان مثلا در منطقه سوریه و عراق در اثر این جنگ ها تعداد خانواده ها آواره شدن. اینا که مثلا به سوئیس و آلمان و فرانسه که پرنده نشدن، که مثلا رفتن در همون کشورهای اطراف یه اردوگاه پرندگی بدبختی راشون رو دادن بهشون. این اردوگاه پرندگی من بود رو به حساب در اینترنت میخوندم، این اردوگاه پرندگی شده محل در حقیقت معاملات دخترهای 12-13 ساله. این شیخهای عرب نابکار کسافت دست به جیب با پول را افتادن توی اردوگاه ها به خریدن دخترای مردم. یعنی شما با جماعتی سر کار داری که به نام اسلام تو رو میکشن، به نام اسلام دخترت بعد از 12 سالگی شوهر کنه، به نام اسلام به حساب بعد همون موقع سیغش کنن برایش دارن ببرنش، به نام اسلام بعد فلان کارت بکنن. یعنی رحم در وجود این جماعت وجود ندارد. به هر نوعی که تو حساب کنی فقط وظیفه‌شون چپاول و اچافت به حساب توده‌های مردم. در داعش آمده است، بخشی از کشورها رو گرفته، به شهرها رو گرفته، یه بخش از عراق گرفته، بخش از عراق گرفته.
حالا بذارید در اونجا قوانین گذاشته، میگه آقای دختری در بالای 13 سال دیگه به طبق قوانین اسلام نباید تو خونه پدرشون بمونن، اینا جور کفر است، جرم است، اینا درست نیست از نظر اسلامی، یا باید بیان زن دایشی ها بشن دختر بالای 13 سال، یا هر خانواده بعد 30,000 دلار جریمه این کارو بده که این دخترشو نمیده. شما ببینید سرنوشت منطقه داره به کجاها میره، و اگر ما به عنوان ایرانیان به فکر خودمون نباشیم، درست است که فعلا در خاک ما نیست، خدا کنه شما نباشه، ولی این به حساب این ویروسی است که میتونه سرایت کنه، ویروسی که میتونه، چون توش پشتش تجارت هست، پشتش تجارت فحشا هست، پشت تجارت آدم هست، پشتش صد جور معاملات دیگه انجام میشه، و اگر ما جلوی این قضیه رو به عنوان به حساب کسانی که برامون سرزمین احترام و ارزش قائل نگیریم، مطمئنا نمیتونیم به حساب فقط به خدایی که به حساب خیلی معتقدن واگذار کنیم، آقا خود مواظب باش، نمیشه، باید خودمون کار کنیم. بذارید اینکه با یه نوت مثبت این مسئله رو من تموم کنم، اینکه جامعه ایران در این حال جامعه‌ای هستش که مردم اعتراضات سال 88 رو دیدن و چه همبستگی بین‌المللی تونست این اعتراضات جلب بکنه و چه جلوه‌هایی از تحرک اعتراضی مثبت دیدیم. هرچند که جریان ارتجایی سبز اون اعتراضات رو بعضن حاکم بود، اما اعتراض مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلایه‌هاش رو در اون اعتراضات ما دیدیم و امید بر اینه که با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تمام این مصائبی که میتونه از وجود تکه‌پاره‌های اسلامیست‌ها و یا قوم‌پرستی‌ها و غیره به وجود بیاد از بین برده بشه. با تشکر از شما به تماشای برنامه خط آتش نشستید تا برنامه آتی. شب و روز شما خوش. باشید.